با اینکه سالها از جنگ جهانی دوم گذشته، ولی جنایتکاران فاشیسم که در کشتار مردم جهان دست داشتند همچنان تحت تعقیبند و اگر گرفتار عدالت بشن مورد مجازات قرار میگیرند. این وضعیت در رابطه با مهره‌های سرکوب و جنایت در نظام آخوندی هم صدق میکنه. مهره‌هایی که در تمام عمرشون کاری جز تبهکاری نداشتند. پاسدار حسین ساجدی نیا، معاون عملیاتی نیروی انتظامی. عضویت در کمیته اصفهان 1359. انتقال به سپاه پاسداران تابستان 1359. معاون هماهنگ کننده پاسدار طلایی، فرمانده انتظامی تهران 1370. فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی تهران. فرمانده انتظامی تهران بزرگ 1388. معاون عملیات ناجا مرداد 1396. شناسایی و دستگیری نیروهای مبارز مثل چریک‌های فدایی خلق و مجاهدین خلق سال 1359. سازماندهی مجدد و تقویت هماهنگی کلانتری‌ها با سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات سال 1378. راه اندازی و پایه‌گذاری یگان ویژه نیروی انتظامی. بالا بردن جریمه‌های خودروهای سواری و توقیف آنها. طرح‌هایی مثل مبارزه با بدحجابی، جمع‌آوری دیش‌های ماهواره، اعمال محدودیت‌های گسترده برای مغازه‌های سی‌دی فروشی و مانتو فروشی و بوتیک‌ها. طرح موسوم به جمع‌آوری اراذل و اوباش. نقش مستقیم در سرکوب قیام 88 و بازداشتگاه کهریزک. مبتکر انواع و اقسام پلیس‌ها، از پلیس کوهستان و پلیس پیست اسکی تا پلیس نامحسوس. تحت تحریم اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر و نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته. فروردین 1390. 986 متهم مرد و 298 متهم زن در 8 ماه نخست سال جاری از سوی ماموران پلیس فتای تهران بزرگ شناسایی و دستگیر شدند. امروز در هر لحظه 400 گشتی در محلات تهران گشت‌زنی می‌کنند و این در حالی است که این تعداد در گذشته 150 مورد بود. روزخاری در ملأ عام جزو مصادیق نقض حقوق شهروندی و تخلف محسوب می شود. بدپوشی، آلودگی صوتی و کشف حجاب خط قرمز پلیس پایتخت است. ناجا صبورانه، مردم مدارانه و با صلابت نقش خود را ایفا کرد بدون اینکه در صحنه عمل از سلاح استفاده کند، به استثناء جاهایی که مورد حمله قرار گرفته باشد.